عرض میکنم. امیدوارم تو خوب باشه، خوش و خرم باشید و سلامت و تندرست. من ارادتمند شما هستم، ستار دلدار، از شمال کالیفرنیا، از جنوب شهر سان فرانسیسکو به ایریا سیلیکون ولی و طریق شبکه جهانی تلویزیون پارس. دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ساعت 2:01 بعد از ظهر و دوشنبه، چهارشنبه، جمعه شب ساعت 9 به وقت کالیفرنیا در خدمت شما خانم ها و آقایان بسیار عزیز و گرامی و ناظرین هستم. امروز 11 سپتامبر تا الان برای من دو تا روز متفاوت بوده. 11 سپتامبر 2001 این روز جهانی شد و روز اسفناک و غمباری بود، روزی که گروه القاعده ساختمان‌های دوقلو رو در نیویورک، مرکز تجارت بین الملل رو، با هواپیما منفجر کردن. حدود 3000 نفر کشته شدن و در این جمع 400 تا آتش نشان و پلیس نیویورک هم کشته شد. 7 میلیارد دلار خسارت وارد شد. روز بدی بوده و روز بزرگ برای تروریست‌ها بوده. به هر حال امروز 11 سپتامبر و روز که آمریکا فراموشش نخواهد کرد قطعاً و جهانیان فراموش نمی‌کنند، چون در واقع 3000 تا آدم بیگناه کشته شدند. خب تروریست کوره و براش فرق نمی‌کنه که کسی کشته، کی کشته میشه، فقط مسئله اینه که طرف کشته بده. این صحنه‌ای از اون روز غم‌انگیز و اسفباری است که نیویورک و جهان از طریق تلویزیون شاهدش بود. اما 11 سپتامبر قبل از این ماجرا برای من یه روز دیگه ای بود. روزی بود که در واقع من برای اولین روز به تلویزیون ملی ایران راه پیدا کردم. دانشجو بودم و تلویزیون به من بورس دانشجویی داد که در ضمن که تحصیل میکردم در تلویزیونم کار میکردم، ماهی 815 دلار حقوق میگرفتم. 11 سپتامبر قبل از این 11 سپتامبر برای من خیلی شیرین بود. سال 1347 در چنین روزی در واقع من در تلویزیون شروع به کار کردم، جوان 20 ساله. و دیشب دیدم که این 11 سپتامبر دیگه هم هست و اون 11 سپتامبر در واقع تولد یکی از اسطوره های فوتبال جهانه. ببینید در دنیا، در جهان فوتبال در قرن 20 دو بازیکن فوتبال بودن که در واقع نابغه بودن، یکی پله، اعجوبه فوتبال برزیل و جهان، و یکی بکنبوئر، دفاع تیم ملی آلمان که امروز 75 ساله شد. بهش میگفتن شاهزاده فوتبال جهان، بهش میگفتن قیصر. قیصر امروز 75 سالی شد. در تمام این ماجرا وقتی که دیشب داشتم میخوندم، اینم 11 سپتامبره. و جالب اینه که در دنیا، در جهان خبری و ورزشی ایران، تنها خبرنگاری که با این قیصر فوتبال جهان مصاحبه کرد من بودم. من تنها خبرنگار ایرانی بودم که در تهران وقتی تیم بایر مونیخ به ایران اومد با تیم ملی فوتبال ایران بازی کرد، من با بکنبوئر زمانی که در اوج بود مصاحبه کردم. بکنبوئر قهرمان جهان شده با تیم فوتبال آلمان و وقتی مربی تیم آلمان شد، تیم آلمان هم قهرمان جهان کرد. هیچ مربی در دنیا به این موقعیت نرسید که قیصر رسید. در ایران هم تنها مصاحبه‌ای که انجام شد، انجام گرفت، داستان حالا وقتش، امروزشون وقت مناظره است، نمیخوام بگیرمش، وقتشو تعریف میکنم که چجوری شد. من 3 واقعه برای من در این دوران 60 سال خبرنگاری من رخ داده که تقریبا برای هیچ خبرنگاری رخ نداده. یکی این مصاحبه با بکنبوئر بوده، یکی با پله بوده. این دوتا دو اعجوبه فوتبال جهان در قرن 20 بودن. هنوزم که هنوز هیچ فوتبالیستی مثل پله و بکنبوئر به وجود نیامده، حتی مسی، حتی رونالدو، هیچ کدوم در دنیا این دو اعجوبه تا
الان ماندگار شدن و من تنها ایرانی هستم که با هر دوی اینا مصاحبه کردم در زمان اوجشون. خب ممکنه بعضی بازنشسته شده باشن مثلا الان، خب صحبت کردم باشید ساده است دیگه، الان دسترسی بهشون ساده است. اون موقع اینا تقریبا 50,000 دلار پول میخواستن برای مصاحبه، هم پله هم بکنبوئر که 150,000 مارک میخواست. داستانی داری که به هر حال این مصاحبه، هر دو تا مصاحبه من انجام بدم. و سومین رو چیزی که در واقع هیچ خبرنگار ایرانی در دنیا حالا میگم افتخار مفتخر شده به این امکان، به این اتفاق روبرو نشده، که من تنها ایرانی زنده ای هستم که خونه خدا رو یعنی کعبه رو داخلش جارو کردم با آقای هویدا وقتی که رفتیم مکه، که اونم داستانش یه روزی خواهم گفت الان وقتش. اینا رو گفتم که استدیو آماده بشه برای مناظره، مناظره طرفداران جمهوری خواه، طرفداران چپ و طرفداران نظام پادشاهی، از هر کدوم از این دوستان که در واقعی تمایلات داره من دعوت کردم حضور دارن، از جمله آقای بیژن افتخاری از جمهوری خواهان، جناب آقای فؤاد پاشایی از نظام پادشاهی و جناب آقای اردلان مقدم از جناح چپ. اینا آماده شدن فکر کنم. بریم چند تا پیام ببینیم و امروز خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، چون آقای پاشایی فرصت نکرد هفته پیش جواب آقای افتخاری رو بده و از من همونجا تو برنامه زنده خواهش کرد که خواست که بهش گفتم خواهش کرد از من خواستن که در برنامه بعد وقت بهشون بدم که بتونن جواب بدن. از همونجا شروع میکنم که آقای افتخاری گفتن که شما محبوبیت حزبتون در ایران نداره و حالا میخوام ببینم که استدلال آقای فؤاد پاشایی چی. چند تا پیام ببینید، دو دقیقه برمیگردم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود و چی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرین‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد. انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین‌های بیژن همتا ندارد. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. با سلام مجدد برمیگردم به خانه پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز و نازنینم. به اشتباه نکنم به چهارمین مناظره گروه های سگانه سیاسی مملکت رو در خارج از طریق برنامه گپ خودمانی با ستار دلدار می‌رسیم. اما توی خدمتون عرض کردم در برنامه قبلی جناب آقای افتخاری به آقای فؤاد پاشایی توصیه کردن که از کردیت آقای شاهزاده رضا پهلوی استفاده نکنند و حزب خودشون رو در واقع یا خودشون رو پشت شاهزاده رضا پهلوی قائم نکنند. حساب شاهزاده رضا پهلوی جداست و حساب حزب مشروط خواهان جداست، چرا که
شاهزاده به هر حال محبوبیتی داره در ایران، اما حزب در توده و در کل جامعه ایران طرفدار آنچنانی نداره. آقای فؤاد پاشاری، عدالت رو رعایت کردم، بفرمایید که جوابتون رو. انشاءالله که گفتگوی امروز منم طبق معمول مفید فایده بیفته. جناب افتخاری، دفعه قبل یکی در مورد کتابچه ما حزبی برای اکنون و آینده گفتن که رفتن و ندیدن و پیدا نکردن، بعد گفتن که نه پاشایی گفتن کتابه، من گفتم یک کتابچه 103 صفحه‌ای است در مورد به حساب موارد مختلفی که در آینده ما چجوری نگاه میکنیم. اگه خواستین جناب افتخاری آدرس رو من بدیم، من حتما خدمتتون میفرستم مطالعه بفرمایید. در مورد اینکه آقای جناب افتخاری فرمودن که ما پرسر شاهزاده رضا پهلوی قایم میشینیم و تعجب کردن که چطور ما گفتیم که ایشون رهبر سیاسی ما نیستن و ما برای طرفدار پادشاهی هستیم. من فکر کنم در انگلستان ملکه انگلستان از رهبر گروه های سازمان های سیاسی و احزاب سیاسی نیست، نه رهبر حزب کارگر، نه حزب لیبرال، رهبر اونها نیست، ولی ملکه و پادشاه انگلستان است. ما هم در ایران آینده این چه نگاه میکنیم؟ ما امیدواریم اگر به ایران برگشتیم، مردم در رای گیری که خواهد بود به اندیشه و به سیستم پادشاهی رای بدن و کاندیدای ما برای همچین سمتی شاهزاده رضا پهلوی است، ولی شاهزاده رضا پهلوی رهبر سیاسی ما نیستن. ما به حساب خودمون در مورد کارهای سیاسی تصمیم گیری میکنیم، نظر میدیم، اگر خوب بود مورد توافق قرار میگیره، اگر بد بود خب طبیعی مردم ما رو قبول نمیکنن، ما میرویم یک حزب سیاسی دیگری که نظرگاه سیاسی ما. تعجب میکنم دوستان جمهوری خواه ما، یعنی دوستان که انقلاب کردن در بهمن 57، یکی از بزرگترین ایراداتشون به پادشاهی فقیدی بود که چرا ایشون در کارهای سیاسی دخالت میکنن، چرا ایشون به حساب در تصمیمات سیاسی دخالت میکنن، ایشون باید به حساب قانون اساسی رو به حسابش توجه کنن، قانون اساسی مشروطه رو، و پادشاه به حساب غیر مسئول باشن. حالا که شاهزاده رضا پهلوی میخواهد پادشاه غیر مسئول باشد و معتقد است اگر روزی من به ایران برگشتم و اگر مردم به من رأی دادن، این که من میگم پادشاهی که الان ایشون مردم ایرانشون قبول کردن، مثل بعضیا که خودشون رئیس جمهور خودخوانده هستن، ایشون اگر برگشتن، من طبیعی است در اون شرایط میتونن در جایگاه پادشاه مشروطه قرار بگیرن و پادشاه مشروطه هم مسئولیت سیاسی مستقیم نداره. امیدوارم این به حساب این تناقضی که در بهمن 57 و الان هست رو ما یک بار روشنش کنیم و مسئولیت ایشون رو مشخص کنیم. در این حال در مورد محبوبیت حزب، ما از اندیشه به حساب جنبش مشروطیت و طبیعی است که جنبش پادشاهی مشروطه پشتیبانی میکنیم. این خواستی است که مردم در ایران دارن. اگر مردم در ایران چیزی رو میخواهند که اون اندیشه رو است که ما داریم رو نمایندگی میکنیم و سمبل اون اندیشه هم شاهزاده رضا پهلوی، دو تا چیز با هم هم کنار هم از هم متقابل، من پوستر کسی با قایم نمیشیم، ما نرفته پوستر شاهزاده قایم بشیم. ما شما یک جا نمیدیم با بودان به حساب شاهزاده کنیم و سنگ به حساب دم به دم زنده با شاهزاده بگیم از این حرفا، ولی ما با این اندیشه به حساب جنبش مشروطیت و اندیشه این که در ایران آینده باید یک حکومت پادشاهی مشروطه بر به حساب ایران مسلط باشد، ما به حساب فکر میکنیم. ولی این رو همیشه هم گفتیم، این بستگی به رأی آینده مردم ایران دارد. حالا اگر پادشاهی رفتاری داشته است، کرداری داشته است، منشی داشته شاهزاده و سابقه پادشاهی در ایران که مردم اونو میخوان، اون دیگه به حساب نه گناه ما هست نه گناه ایشون هست، بلکه خطای کسانی است که اون انقلاب رو کردن و این بلا رو سر مردم آوردن و مردم به حساب امروز از اون انقلاب ناراضی و خوشحال نیستن و راضی نیستن. خیلی ممنون، ببخشید از این صحبت کردم. مرسی. آقای افتخاری جوابی دارید؟ اون چیزی که شما میخواستید مطرح شد، کتاب و نمیدونم برنامه و برنامه اقتصادی و سیاسی که ایشون اشاره کرد، بفرمایید جوابتون چیه؟ البته آقای مقدم بردید، خیلی خوب. آقای مقدم سلام، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما و بقیه دوستان. شما بحث شنیدید از آخر برنامه هفته گذشته، شما مسئله ای دارید، نظری دارید؟ والا من دو تا مسئله است که باید تاکید کنم روش. یکی اینی که اولا که ما در این برنامه میخوایم چی و به اصطلاح به چی برسیم، نتیجه گیریمون چی میخواد باشه، آیا میخوایم دو سه تا جریان سیاسی رو نقد بکنیم یا نه. اینی که میخوایم ببینیم که مشکل جریانات سیاسی چیه که نمیتونن با هم دیگه متحد بشن. اگه قصدمون نقد کردنه که مسئله دیگه ایه،
ولی من فکر میکنم آقای افتخاری هم بیشتر نظرشون این بود که بحث بشه که چرا نمیتونن و یا در چه محورهایی میتونن این جریانات با همدیگه متحد بشن و متحدانه عمل بکنن. اگر این روند رو مشخص بکنیم که رو چی میخوایم صحبت بکنیم بحث داره کیه، خیلی ممنون میشه. آقای افتخاری، شما که از اول برنامه در واقع از بحث اول صحبت از تاکتیک برنامه میکردی، بفهمید که جوابتون چیه برای آقای مقدم و برای آقای فؤاد پاشایی. دلدار، درود بر دوستان عزیز، مهمانان برنامه آقای پاشایی و آقای مقدم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس. ببینید، من با آقای مقدم موافقم. اصلا دلیل حضور ما در این برنامه این بود که ببینیم چه عواملی میتواند کمک کند که گروه های طرفدار براندازی نظام، فارغ از این که پادشاهی خواهند یا جمهوری خواهند یا چپند، طور چه مشترکاتی میتونن با هم همکاری کنند. این دلیل حضور من در این برنامه بود. خیلی هم روشن گفتم که به نظر من برای اینکه زمینه و مشترکاتی به وجود بیاد، هر کدوم از این گروه ها خوبه که طرح و برنامه مشخصشون رو برای براندازی و برای اداره آینده کشور لطف کنند و بدن. آیه پاشایی معتقد بودن که آقا کدوم حزب با کی میخواد بشینه، ما اول باید بدونیم طرف کیه، چند نفرن، آخه یه نفر که فایده نداره، اینا بس این بود. حالا جناب یاری مثل این که علاقه دارید ما رو به جان هم بندازید و بحثای دیگه ای رو مطرح بکنید، من اجازه میخوام فقط خیلی کلی، چون آقای البته کمک نفهمیدم کی علاقه داره همدیگه به جون هم بیافتید. شما خیلی علاقه داره به جون هم بیافتید. حالا شاید هم من نیت شما رو اشتباه میدم، ولی به هر حال جناب پاشایی، بابا ما شما یه چیزی گفتید، شما یه چیزی گفتید با تو آقای پاشایی جوابتونه، این به جون هم انداختن نیست. من نمیدونم شما چه از اولش فکر میکردید من دارم واقعا امروز میخوام به جون هم به شوخی کردیم. شما حالا ممکنه من نیتش رو خطا میدادم، بله اما هر شب جون هم میافتید زیاد بدم نمیاد. بفهم میشه طبق روال هم میشه، مثلا کتابچه رو ارائه میکنن که توش ما گفتیم آقا طرح و برنامه، ایشون گفتن ما یک کتاب در این مورد داریم. طرح و برنامه یعنی این که آقا نظام جمهوری اسلامی رو به چه ترتیب میشه انداخت، بعد که نظام رفت شما برای این اقتصاد درب و داغون چه مسئله، چه راهی رو پیشنهاد میکنید برای نزدیک به 400 میلیارد دلار نقدینگی، حجم پول در گردش در کشور بعد از ریختن جمهوری اسلامی که به نظر میاد در اختیار حدود 40 هزار نفر، از 80 میلیون ایرانی 90 درصد این پول در اختیار 40 هزار نفره. برای این طرحی داریم، برای اینکه عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی به وجود بیاد چه طرحی داریم. یه کتابی رو اشاره میکنم، من نمیدونم حالا توش چی هست، آیا اشاره به اینا هست، ولی من مرتبا دارم نگاه میکنم وبسایت آقایون و خانم های عضو رو و جز حرفای کلی چیز دیگه ای ندیدم. حالا یه کتابی پیدا شده بسیار عالی، امیدوار هستم این رو، چون من که تنها نیستم، 80 میلیون ایرانی ممکنه علاقه مند باشن بخونن. برای این روش کار معمولا این هستش که در وبسایتی در جای قرار میدن و استفاده میکنن. اما اگر روش حزب مشروطه اینه که برای 80 میلیون پست بکنه، خب منم خیلی داوطلب هستم این رو ببینم. اما ببینید، من نمیخوام زیاد وارد حاشیه بشم، برای اینکه ارزش داره این وقت رو ما بذاریم روی مشترکات. حالا جناب پاشایی علاقه دارن انگلستانی که شاهش سالیان سال اونجاست و جا افتاده و بارها هم مردم علاقه مندی به این داستانش مطرح کردن، و با ایرانی که الان از دست شاه در اومده، در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته، در درون کشور دو پارچگی و چند پارچگی وجود داره و جناب شاهزادم سالیان ساله که داوطلب هستن ولی خبری نشده، این دوتا رو با هم یکی بکنن که آقا چون تو اونجا پادشاه هست و حزب مشروطه یا حزبای
طرفدار پادشاهی است، پس ما هم اینجا در کنار شما در خدمت شما هستیم. میگویند که یک آقای توده‌ای خیلی علاقه داشت که یه روزی بگیرن بندازن زندان توسط ساواک، و ساواک این کارو نمیکرد چون میدونست که این کاری نیست بنده خدا، ولی خب ایشون لازم میدونست برای تکمیل کردن پروفایلش خودش رو یه جوری مطرح بکنه یه چند وقتی بره زندان. یه روزی کنار خیابون دو نفر با هم دعوا میکردن، پاسبان اومد اینا رو ببره، ایشون پرید این آقای توده‌ای دست پاسبان رو گرفت گفت ما سه نفر رو کجا میبریم. حالا هی آقای پاشایی حزب مشروطه رو میخوان وصل کنن به شاه و شاهزاده و اینجور مسائل. نه عزیز، شما اصلا کار نداشته باشید که شاهزاده چی میگه یا چه کاری میخواد بکنه، شما در مورد خودتون صحبت کنید. این که شاهزاده مورد علاقه مردمه، شما مطمئن باشید به خاطر این نیست که مثلا مردم حد الزامن طرفدار پادشاهی مشروطن اونچنان که شما شناخت دارید. نه، مردم میدونن رضا شاه و محمد رضا شاه به کشورشون خدمت کرد، امروز هم دارن میبینن که چه بدبختی واسه خودشون آوردن و میخوان اون بره. به طور طبیعی میگن آقا قبلی ها بهتر بودن. شما از این نیاد نجیگیری بکنید که آقا ما سه نفر رو کجا میبرید، ما هم در کنار شاهزاده هستیم. کار شاهزاده ربطی به شما نداره. ضمن این که من اعتقاد دارم اگر میبینیم شاهزاده خودشو کشیده کنار، از 10 سال پیش ایشون که از فعالان سیاسی بود، خیلی هم خوب بود، خودشو کشیده کنار، شاید اثر تلاش هایی است که آقایون سلطنت طلبا، حالا مشروطه رو من زیاد نمیخوام قاطی کنم، سلطنت طلبا کردن و اسم اصلا پادشاهی رو خراب کردن که امروز یه ده با خجالت بخوام بگم ما طرفدار پادشاهی هستیم. ضمن اینکه جناب پاشای عزیز، از شما که یک شخصیت سیاسی هستید با سابقه هستید، بعیده که مثل عوام الناس بگید آقا شما جمهوری خواهای انقلاب کردید و بنابراین حالا بیا جوابشو بدید. آخه برادر من، اگر شما در مسجد صحبت میکردید این حرفا قابل قبول بود. کدوم جمهوری خواه؟ اصلا اون موقع چیزی به نام جمهوری خواهی داشتیم ما؟ طرفدار جمهوری داشتیم؟ یه عده مخالف شاه بودن و بسیاری از اونا فوت کردن رفتن، ماها که فرزندان اونایی، ما که اصلا نه سر پیاز بودیم نه تای پیاز. اینطور فرافکنی نکنید موضوع به این مهمی رو که آقا انقلاب رو یه عده برای ما ترتیب دادن، علیه شاه مملکت کودتا کردن، شاه رو از این کشور بردن. من اطمینان دارم چون این رو شنیدم از افرادی که به شاه گفتودن شما باید بری، و شاه اصلا در مقابل اینکه دکتر غلام حسین صدیقی رو نتونست نخست وزیر بکنه، اصرار آقای صدیقی بر این بود که شما باید بمونید، و ایشون جواب داد که نه من نمیتونم برم، من باید برم. خب نتیجتا اینطوری نیست که جمهوری خواه اومدن انقلاب کردن حالا توش موندن. نه برادر، شما باید یه مقداری در صحبتاتون دقت داشته باشید که صحبتها به صورت عوامانه مطرح نشه. قبول کنیم که انقلاب 57 توسط قدرت‌های بزرگ انجام شد، دلیلش هم قراردادهای نفتی بود که شاه نمیخواست زیر بارش بره. موضوع خیلی اساس‌تر از اینه، موضوع این بود که قرار فشار میامد به شاه که اسرائیل بزرگ رو بپذیر و شاه نمیپذیرفت این موضوع. آقای افتخاری داریم از بحث خارج میشیم، اجازه بدید. بله من حالا عرض میکنم دانی شد اولا یه سرم برها رفتیم توی اسرائیل و اینا چاشیه رفتن، من دارم اینا رو عرض میکنم. برها آقای افتخاری، الان دیگه تماشاگران عزیز ما خودشون شاهد هستن که چه کسی خودش داره در واقع دعوا طلب میکنه، و به هر حال لحن شما و صحبت شما در واقع شما دارید حریف به بدون دعوت میکنید، انداختش گردن من. حالا عیب نداره، من قبول میکنم که من خواستم دعوا بندازم، ولی شما خودتون دارید دعوا میندازید. آقای اردلان شما بفرمایید، چون شما کمتر صحبت کردید. به هر حال دوستان تقریبا خدمت رو عرض بکنم که حدود 20 دقیقه 18 دقیقه دوستان صحبت کردن، شما هم صحبت کردید. بفرمایید جناب اردلان مقدم. اولا یکی از اشتباهاتی که خیلی از سیاسی‌های ما انجام میدن اینه که از طرف ملت حرف میزنن بدون اینکه واقعا از طرف ملت تعیین شده باشن. من نمیتونم الان بگم که مثلا
من به عنوان نماینده سوسیالیسم هستم و که اصلا نیستم، نماینده نیست، من به عنوان یک سوسیالیستی هستم که دارم نظرات خودم رو میگم. و اینی که اکثر اکثریت مردم ایران طرفدار سوسیالیسم هستن، مردم ایران سوسیالیسم میخوان، من نمیتونم همچی حرفی بزنم. همونطوری که آقای پاشایی هم نمیتونن بفرمان که مردم ایران الان سلطنت میخوان و مردم ایران شما نمیتونید از طرف همه مردم ایران این حرف رو بزنید. بخشی از مردم بله ممکنه بخوان، ولی مردم ایران همه نمیتونن بخوان، نمیخوان هم. و اگر میخواستن تا به حال رژیم جمهوری اسلامی رفته بود و پادشاهی برگشته بود. شما ببینید که اکثریت مردم ایران چه به درست چه غلط، من کاری با این ندارم، ولی در زمانی که انقلاب شد همه اومدن تو خیابون، این اکثریت بودن که رژیم شاه رو عوض کردن. حالا اشتباه کردن یه چیز دیگه است، ولی اکثریت بودن. شما نمیتونید بگی مردم نمیخواستن و یه گروه کوچیکی اومدن اینو عوضش کردن. این اکثریتم مسلماً با برنامه‌های جهانی ذهنشون ساخته شده بود، ذهنشون سوق داده شده بود به یک سمتی که با سیاست‌های جهانی هماهنگ باشه. ولی باز دوباره من برمیگردم به اصل قضیه که منظور ما اینجا اصلاً این نیست. اصلاً منظور ما این نیست. منظور ما اینه که ما ببینیم برنامه‌های ما چیه. الان برنامه مثلا مشروطه‌خواه‌ها در یک جمله، در دو جمله در مورد اقتصاد آینده در ایران چیه؟ یا وقتی میگیم جمهوری خواه، خب این جمهوری خواه خیلی ها هستن جمهوری میخوان به شکلهای مختلف، خود جمهوری اسلامی هم جمهوریه، ولی برنامه اقتصادی آینده چیه؟ برنامه سیاسی آینده چیه؟ اینی که شما بگید که ما مشروطه خواهیم و میخوام که یک نفر پادشاه بیاد اونجا، من یک سوال از آقای پاشایی مدافعه کردم برای اینکه برگردم به این قضیه. سوال کردم که چه گارانتی هست که در آینده من دوباره اسیر ساواک نشم یا دوباره دچار شکنجه نشیم یا آزادی باشم. منظور من از این سوال این بود که برگردم به این قضیه که آیا در رژیم آینده شما آزادی رو گارانتی میکنید یا نه؟ برنامه شما برای آزادی چیه؟ آزادی مردم ایران. برنامه شما برای اجرای عدالت چیه؟ که ایشون متاسفانه طور دیگه جواب دادن، گفتن ما هیچ گارانتی نمیکنیم. و من خودم به عنوان شخصی گفتن که میتونم چیز کنم، ولی به عنوان سیستم آینده من نمیتونم گارانتی بکنم. پس این برمیگرده به اینی که ایشون در سیستم آینده آزادی رو هنوز براش یک تعریفی ندارن. ما بیایم از این تعریف شروع بکنیم که ما اگه میگیم عدالت در برنامه آینده ما چه شکلی میشه، چه حالتی پیدا میکنه، چطور پیاده میشه، آزادی یعنی چی. همینی که ما الان میایم، حالا من باز مثال میزنم، نمیخوام چیز باشه مثلا برگردم قضیه رو به این شکل در بیارم، ولی مثال الان میگیم که ما مثلا مشروط خواه ها یا سلطنت طلب ها میگن که ما آقای رضا پهلوی رو کاندید کردیم. خب این خودش منافی اصلا مخالف آزادیه. شما برای مردم دارید برنامه تعیین میکنید. شما بگید داره ما طرفدار سلطنت هستیم و مردم تعیین کنن پادشاه آینده کیه. یا اینی که در مورد عدالت اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن که بگن که زنها هم میتونن ریاست مملکت رو به عهده بگیرن. چرا باید مرد رئیس مملکت باشه فقط؟ ما در تمام دوران شاه‌های سابق حتی یه نخست وزیر زن نداشتیم. برای اینا چه برنامه‌ای دارید؟ عدالت رو بیایم تعریف بکنیم، آزادی رو تعریف بکنیم و سیستم اقتصادی که هر کدوم طرفدارش هستیم و می‌خوایم پیاده کنیم رو اینجا تعریف بکنیم. تا ببینیم آیا میتونیم به یه تفاهم برسیم یا نه. خیلی ممنون جناب آقای مقدم. من میدونم که نوبت آقای فؤاد پاشایی که به هر دو دوستانمون هم جناب آقای بیژن افتخاری هم آقای اردلان مقدم با جواب بدن، چون همه سوالا طرف ایشون و بنابراین اجازه بدید که من میدونم وقت میگیره. بذارید که ما برای آخرین بار این دو تا دقیقه و سه تا آگهی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم، وقتی بدیم آقای فؤاد پاشایی. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان منزل و یا محل کار شما.
همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود وجهی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرین‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد. انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن‌حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین‌های بیژن همتا ندارد. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خب، بدون اینکه واقعا من بخوام اظهار نظری در مورد مطالب آقای افتخاری بکنم یا آقای مقدم بکنم، برای که این توهم پیش نیاد که من میخوام همه رو به جون هم بندازم، هیچ اظهار نظری نمی کنم. آقای فؤاد کاشایی جواب بفرمایید. خیلی ممنون. جناب افتخاری با شیرین زبانی فرمودن که آقا میخوایم ما رو جون هم بندازیم. من فکر کردم واقعا ایشون میخوان طبق نصیحت آقای مقدم برگردن سر موضوع، ولی خب رفتن خودشون به دنبال همین شیرین زبانی ها که فرمودن. اول بنده رو متهم کردن که من عوامانه حرف میزنم. من فکر کنم اگه عوامانه حرف میزنم اجازه به خودم ربط داره. آقای افتخاری در جایگاهی نیستن که من قضاوت کنن. اگر میتونستن خودشون قضاوت کنن، خواهش میکنم. حالا با مثال های نمیدونم من رو کجا میبری و پاسبون اومد و پاسبون رفت و فنفاین، حالا دیگه هر کی بیسه. در مورد مسئله اینکه من با ایران رو با انگلستان مقایسه میکنم، من دلم میخواد ایران آینده بشه انگلستان. این جرمه. دلم نمیخواد آینده بشه بشه عربستان سعودی. من فکر نکنم این جرم باشه. من دلم میخواد ایرانی که برای پاچه درست کنم مثل انگلستان باشه. هیچ هم به حساب خودمون و ملت ایرانی کمتر از این نمیبینم. من معیار اندازه‌گیری نیستم که بخوام که ولی میخوام مختارم نظرات خودم بیان کنم. در مورد به حساب مثلا اینکه پاچه‌ای به حساب در ایران رای دارد یا رای ندارد که آقای مقدم فرمودن، جناب مقدم در ظرف دو سال گذشته در ایران تظاهرات های گسترده صورت گرفته. نام هایی که در اونجا به حساب در خیابان تکرار شده، اگر مثلا دو مرتبه دو جا گفتن که به حساب جمهوری ایرانی، حداقل 80 بار در جای دیگه مردم، نه فقط در دانشگاه که به حساب چیز مرکز چپ است، بلکه در جاهای مختلف در شهرهای مختلف به حساب خاندان پهلوی و کسانی که نماد پادشاهی بودن رو صدا کردن. این دیگه نمیدونم با چی مثلا ظرف اندازه‌گیری دیگه‌ای نداره، مگه شما یه روش دیگه‌ای برای اندازه گرفتن قضیه داشته باشین. جناب افتخاری به درستی خودشون فرمودن که انقلاب 57 انقلاب مردم نبود و خارجی ها کردن و فلان، و من امیدوارم یه روزی ایشون یک توضیح روشن و واضح بدون که از این شاخه به اون شاخه از این شاخه به اون شاخه گوشه اینه بکشن بغل اون بکشن بغل این رد کنن، یه توضیح به ما بدن که آقا انقلاب نظر ایشون انقلاب 57 چی بود، مردم کردن یا خارجی ها کردن، مردمی که تو خیابان بودن و تظاهرات میکردن و سازمان هایی که در خیابان به حساب در اون زمان ها حضور داشتن، سازمان سیاسی، اینا نوکر خارجی بودن یا نوکر خودشون بودن یا به اراده شخصشون میکردن. من تفسیر خودمو دارم، ولی میخوام به آقای افتخاری یک بار این مطلب رو اگر به حساب براشون دلشون میخواد شفاف صحبت کنن، اگر دلشون نمیخواد دوگانه و سگانه و چهارگانه صحبت کنن، هر دفعه که لازم میشه یه چیزی از تو خودشون بکشن بیرون، یه بار برای ما توضیح بدن که انقلاب 57 نظر ایشون و منظر ایشون چی بوده، چی کرده و مقصرش کیه و این بساب پیروز و قهرمانش کیه، اینو مشخص کنیم که ما از اون بعد دیگه نخواهیم سرش بحث کنیم. در مورد در مسجد و حالا در ما در مسجد هستیم نیستیم اون دیگه بحث دیگه است که من نمیخوام حقیقت خودم در اون حد بکشم پایین که وارد چنین بحثایی بشم. آقای مقدم در مورد تعریف آزادی فرمودن، ما بارهای بار نه تنها امروز بلکه بارهای بار گفتیم ما معتقدیم
قانون اساسی آینده ایران باید بر مبنای قوانین و حقوق بشر نوشته بشود. یعنی چه؟ یعنی اونجا زن با مرد برابره، یعنی همه آزادی‌های اساسی وجود داره. اگر دوستان با قوانین به حساب حقوق بشر آشنا باشن دیگه لزوم من تکرار کنم. ما در اونجا تمام اختیار آزادی هایی که یک انسان آزاده مدرن باید داشته باشه در اونجا به حساب قید شده و ما امیدوار هستیم و معتقدیم، نه تنها امیدوارم بلکه معتقدیم که بتونیم در اگر دستمون رسید و اگر زورمون رسید که نمیدونم برسید نه، قانون اساسی آینده رو بر مبنای قوانین حقوق بشر بنویسیم. در اون قوانین فکر نکنم جا مقدر کسی دیگه زندان بره، کسی به جرم سیاسی زندان بشه، کسی به جرم به حساب گفتار سیاسی به حساب دستگیر بشه، فقط اینا زن هم برابر است و در بودن بوده زن اشاره فرمودن. من فکر کنم بانوان ایران در تنها دوره‌ای که به حساب آزادی های نسبی رسیدن در دوران پهلوی ها بود. رضا شاه کبیر چادر از زن سن برداشت با اینکه باش مخالفت کردن، با اینکه بخش رو به حساب اون موقع که به حساب توده هایی که بودن چپ هایی که به حساب تازه درس گرفته بودن از اروپا و آمده بودن به مخالفت کردن. در سال 41 وقتی معمر رضا شاه به زن حق رأی داد، رفق گروه های مخالفش که عمدتا چپ بودن، آقای افتخاری درست گفتن در موقع خیلی جمهوری خواهی وجود نداشت، یا هم در گروه های چپ جمع می شدن یا در گروه های اسلامی یا بخش هم که خب به حساب جبهه ملی هم که طرفدار پادشاهی طرفدار به حساب مشروطه بود، نیروهای مخالف معمر رضا شاه اتوبوس آتیش زدن، شیشه دانشگاه شکستن، ماشین چپ کردن تو خیابون که چرا به زن میخوای آزادی بدی؟ برای همین که به زن آزادی میداد، یکی از بندهاش بود، نه همش، یکی از بندهاش بود. پس اگر در ایران به زن آزادی داده شده که باید داده میشد و حقش هست که داده بشه، تنها این زحمت رو و این فشار رو پهلوی ها به سا تحمل کردن و فوشش هم از مخالفینش خوردن. یکی از موارد اتهامش هم طرف اسلامی ها و مخالفین چپش هم همین بود که چرا به زن این آزادی رو میدهد. در مورد مسئله که کتاب جناب افتخاری، من خوشم میاد فقط وقتی شما مزه پراکنی میکنین. کی گفته که مثلا کتاب بعد 80 میلیون من پست کنم؟ ببین من وقتی به شما احترام میذارم میگم اگر شما نتونستید بگید من براتون پست میکنم، شما که به قول به حساب آقای دلدار ایراد میگه که میخواد ما رو به هم بندازه، با مزه میفرمایید که من ما قرار 80 میلیون پست کنیم. من جواب مزه رو نکنم، نمیخوام بدم جواب مزه شما رو، برای اینکه واقعا حد بر من نمیخوام بکشن به اونجا. امیدوارم ما برگردیم سر آن چیزی که به حساب شما پیشنهاد کرد. شما به حساب من معتقدم، شرمندم که مجبورم بگم، من معتقدم شما عادت دارین توپو به زمینه طرفتون میشه، خودتون رو بگین شخص سوم هی توپو به طرف زمینه طرف. آقا من دفعه قبل شما خواهش کردم، شما که خودتون به حساب مطرح کننده سوال این است که آقا بیایید بگید چه میخواهید بکنید، برامتون چیه، خودتون برامتون رو بفرمایید. ما شاید اون موقع از شما یاد گرفتیم که این چه ما گفتیم درست نبوده، باید با اون روش که شما میگیم بگیم، ما میایم خدمتتون عرض می‌کنیم، ولی شما لطف کنید بفهم برنامه‌تون چیه. البته من معتقد نیستم، این نظر شماست، من معتقد نیستم گروه‌ها بر مبنای برنامه‌شون میتونن با هم ائتلاف کنن. من معتقدم گروه‌ها بر مبنای باورهاشون باید با هم ائتلاف کنن. اون برنامه‌ها میتونه عوض بشه، باورها عوض نمیشه. من اگر به یک پارچگی ایران معتقدم اون عوض نمیشه. اگر من به مهارت هزارت رو برمن بدم، اگر مثلا میگم مثلا شما به یک پارچگی معتقد نباشید، خب نمیتونی با هم کار کنی. حالا هر چرا برای من خوب باشه بد باشه چه رب داره موضوع، من معتقدم اول ما با اون چرا که میتونیم در محور اونها با هم کار کنیم اونها رو مشخص کنیم. اگر مشخص شد، اگر هر جفتمون تو محور اون یکی بود، بعد میتونیم در موردی که برنامه‌مون چه جوریه رو بعدا صحبت کنیم. شما لطف کنید خواهش می‌کنم برای خودتون رو بفرمایید، در خدمتتون هستم. خیلی خوب، طبیعتاً فکر می‌کنم نوبت آقای بیژن افتخاری. بفرمایید آقای افتخاری. بله خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که بحث مشترکات که من از آخرین صحبت‌های آقای پاشایی استفاده می‌کنم که چگونه این مشترکات به دست بیاد تا بتونیم با هم به یه جایی برسیم، آقای پاشایی معتقدن که باورها مهم، برنامه‌ها ممکنه تغییر بکنه. من عرض میکنم که باورها بر اساس یک برنامه‌ای باید اجرایی بشه. باورهای همه گروه‌ها این هستش که در ایران آزادی خیلی خوبه، دموکراسی خیلی خوبه، عدالت اجتماعی باید باشه، عده زیادی معتقدن سکولاریسم باید باشه. اینا خب باوره دیگه برادر. شما چند تا دست و گروه میشناسید که این باور رو نداشته باشید؟ یعنی بگه نه آقا سکولاریسم خیلی چیز بدیه، عدالت اجتماعی کی گفته عدالتش؟ نه. و
بحث کجا پیش میاد؟ اونجایی که شما این باورها رو براش طرح و برنامه رو ارائه میکنی، بعد اون وقت متوجه میشیم که آیا مشترکاتی داریم یا نه. من نمیدونم چرا جناب پاشایی اینقدر از رفتن به سمت ارائه طرح و برنامه اعتراض میکنن. من اینو متوجه نمیشم. کاملا هم درست میگن، میگن تو خودت مگه طرح و برنامه داری؟ من هفته پیش آقای پاشایی نشون دادم وبسایت ما رو و نشون دادم برنامه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه خودمون رو. شما عرض کردم مطالعه بفرمایید، هر جا براتون سوال بود من در خدمتتون هستم. اگر امروز فرصت هست من میتونم همه این برنامه ها رو توضیح بدم. البته فکر نمی کنم در این برنامه کوتاه مدت ما جای داشته باشیم. اما برای اینکه از این بحث های متفرقه بیایم بیرون و اینکه من بلبل زبانی میکنم شما شیرین زبانی میکنید و اینا رو بذاریم کنار، آقای افتخاری هیچ کدومش آقای افتخاری هیچ کدومش من نگفتم، آقای مقدم خودتون به خودتون زدید ندید گرفتید و اون این بود که آقا برنامه اقتصادی حزب مشروطه ایران چیست؟ تاهش میکنم دیگه پای شاهزاده رو اینجا وسط نکشید. حزب مشروطه ایران برنامه اقتصادیش چیست و چگونه اجرایی میکند؟ مثال عرض میکنم، من خوندم میفرمایید اقتصاد بازار آزاد خیلی عالی است، بسیار خوب. این اقتصاد بازار آزادی که شما مطرح میفرمایید نمونش رو هم میتونید ارائه بدید و اگر احیانا در اون نمونه شما اگر همه چیز عالی است که خیلی خوب، اگر اشکالاتی وجود داره آیا طرحی برای رفع اون اشکالات داری یا خیر؟ بفرمایید. خب حضور سرکار آقای افتخاری، آقای مقدم و جناب آقای پاشایی، من فکر میکنم همین کاره بکنم، یعنی هفته آینده واقعا بحث رو شروع کنید با... چون داریم الان روی محوری داریم دور میزنیم و یه جایی شده که واقعا من نگاه میکنم که میبینم که خب آره دارید به دوستان دارم به همدیگه متلک میگن، در حالی که من واقعا در این متلک گویی یه دونه شو به کار نبردم که آقای افتخاری گفتم من میخوام شما رو به جونم بندازم، اصلا چنین چیزی خود آقای افتخاری آقای پاشایی به جونم افتادن. لازم آقای مقدم اونجا خیلی چی میگم مثال چپی های مرسوم یواش یواش حرف میزنه و ولی که محکم صحبت میکنه و سعی میکنه که به هر حال از دور قضایه رو نگاه کنه و مواظب باشه. حالا آقای مقدم شما نگاهتون از دور چی بوده؟ شما جوابتون چیه با این آقایون؟ یه جواب برنامه به صحبت آقای پاشایی دارم در مورد اینی که فرمودن مردم شعارهای به نفع سلطنت طلبها میدادن و اسامی شاهان گذشته رو میبرد. این من برای منی که حتی خارج از اینجا نشستم با سابقه سیاسی که در ایران داشتم واضح و روشن بود که شعارهایی که مطرح شد، البته یک شعار بیشتر مطرح نشد، بیشتر اونم این بود که رضا شاه روحت شد. این شعار خیلی شعار مرموزیه. از همون روز اولی که این شعار داده شد من معتقد بودم، با دوستان چپم که صحبت میکردیم که بعضیاشون میگفتن این علامت سلطنت طلبیه، من میگفتم نه، این شعار شعار وزارت اطلاعاته و عمدن داره این شعار رو رواج میده. چرا؟ ببینیم رضا شاه خصوصیاتش چی بود و چطور اومد سر کار. رضا شاه یک نظامی بود، با کودتا اومد سر کار و طوری شد که به عنوان یک دیکتاتور محبوب جلوه داده شد، دیکتاتوری که به نفع کشورش کار میکنه. این همین شخصیت رو اینها داشتن برای قاسم سلیمانی میساختن و این زمینه سازی بود برای اینکه قاسم سلیمانی بتونه به جایی برسه که بتونه اصلاح طلبها رو بذاره کنار، با یک کودتای موفق چهره ایجاد بکنه که مردم فریبش رو بخونن و بگن آره اینم مثل رضا شاه میتونه بیاد این کار رو بکنه. اگر برگردیم دوباره این شعار رو بخوایم تحلیل بکنیم، ما میبینیم کسی که فوت کرده، کسی که الان نیست، روحت شاد، این چه فایده ای برای جنبش میتونه داشته باشه؟ روح رضا شاه شاد باشه یعنی چی؟ یک نفر در اون جمع نیومد بگه زنده باد رضا پهلوی. من در هیچ کدوم، حتی در اون شعارهایی که ایشون فرمودن در دانشگاه میدادن، فقط رضا شاه روحت شاد مطرح بود. یعنی به کسی ارجاع بدن که هیچ کاری نمیتونه بکنه چون اینجا نیست.
هیچ فایده ای برای کسی نمیتونه داشته باشه، ولی از این شعار بتونن استفاده کنن که کسی مشابه اون رو بسازن، که اصلاح طلبا هم با همکاری آمریکا با فروختن قاسم سلیمانی به آمریکا تونستن که از شر اون راحت بشن و بعد از اونم این شعار تکرار نشده در هیچ جا. این شعار از طرف وزارت اطلاعات مطرح شده بود، پس اینو به حساب مردم نذارید که طرفدار سلطنت بود. این از این. بعد برمیگردیم باز بحث اصلی، خواهش میکنم برگردیم سر برنامه های خودمون. ما هرچند که آقای پاشایی میفهمن که کتابی دارن و اینها، ما بیایم همین کتاب رو، همون خواستای اقتصادی رو، سیاسی رو در چند جمله خلاصه کنیم و اینجا بیان کنیم. چرا به کتاب ارجاع میدیم؟ اگر شما در اون کتاب دارید این مواضع رو بیایید بیان کنید و به قول آقای افتخاری ازش دفاع کنید. شما معتقد اقتصاد آزاد، سرمایه‌داری آزاد، ازش دفاع کنید و بگید به این دلیل من معتقدم که سرمایه‌داری به درد نمیخوره، شکست خورده است و باید سوسیالیسم پیاده بشه. منم از سوسیالیسم تعریف میکنم، معرفیش میکنم، نه اینکه تعریف کنم، معرفیش میکنم و ازش دفاع میکنم. این به نظر من بهترین راهیه که به یه جایی برسه. من فکر کنم همین کار از هفته دیگه میکنم، شروع میکنم با بررسی مسائل اقتصادی. جناب آقای، فکر میکنم نوبت آقای پاشایی بشه که ببندیمشون، همه تو این در این مورد صحبت کردن و مکولیش کنیم به دنباله قضیه رو با همین چیزی که هم آقای افتخاری میخواد مرتب پافشاری میکنه، الان هم آقای مقدم مطرحش کرد دو مرتبه، که بریم به فصل فصل این که شما چیکار میخواید بکنید. بفرمایید جناب پاشایی، واقعا دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، سه دقیقه مکسیموم. بفرمایید جواب بدی ببندیم. جناب مقدم فرمودن که به حساب فقط یک شعار رضا شاه روحت شاد، ولی من فکر کنم که اگه دوستان به دقت نگاه کنن، شعارهایی مثل شاه ایران برگرد به ایران، ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره و و و که من الان حضور ذهن ندارم، میخوام بگم براتون هفته دیگه 10 تا دیگه شام که مردم ایران استفاده کردن، هم خودش هم فیلمش خودتون نشون بدم. پس فقط من برام خیلی جالبه که وزارت اطلاعات در بین این همه سرداران قد و نیم قد از رضا شاه پهلوی که به حساب سمبل پادشاهی پهلوی یا به حساب میخواد منجی بسازه برای اینکه خودشون نجات بده، معنیش اینه که اگر شما درست بگین، اگر جناب مقدم نظرشون درست در مورد این باشه حفظ اطلاعات کرده، این باید نشان میدهد که مردم وزارت اطلاعات تلاش میکند مردم رو به یاد کسی بیاندازد که بهشون رفاه داده، آسایش داده، به طرف ترقی و پیشرفت مدرنیته برده و از اون یک سمبولی بسازد که بعد یک لاتی مثل سلیمانی رو بتونه تو اون جا بندازه. پس این نشون میده که حتی خود سلیمانی جرأت نمیکنه مطرح کنه، اول باید یه خاطره خوب به ذهن مردم بیاره، کسی که مردم ازش خاطره خوب داره باش خوشحالن. در مورد مسئله همین به حساب مباحثمون جناب افتخار میفهمم که رو سایتمون هست بریم بخونید. خب قرارشو بریم بخونیم، قرارشو برای مردم بگیم، قرارشو بگیم در اینجا برای مردم بگیم، والا نه چون چهشون از اینکه بگن تفریح میره من نمیدونم. در مورد من معتقدم ما قبلش ببینیم، الان مثلا همین الان با گفتگو داشتیم جناب مقدم تا با اقتصاد آزاد مخالفم. خب وقتی ایشون با اقتصاد آزاد مخالفم، بعد یه بحث چی بکنیم؟ یا من بعد اول به کسی بعد بشینم که معتقد باشم به یک پارچگی را معتقدم؟ من که من نمیتونم با گروه های تجزیه طلب بنشینم. اگر کسی به یک پارچگی ایران معتقد نیست، معتقد است ایران باید 5 تا کشور بشه، 6 تا کشور بشه، من میتونم بشم باش حاصل موضوع اقتصاد با هم گفتگو کنیم. مثلا میگه آقا ایران باید 6 تا کشور بشه، اول مواضع رو مشخص کنیم سر چی میتونیم با هم توافق برسیم. من مثلا معتقدم در مورد مسئله حقوق بشر خیلی سازمان چپ مخالفن، بلکه معتقدن در قوانین حقوق بشر مالکیت خصوصی مطرح شده است و خیلی از سازمان چپ با این مالکیت خصوصی مخالفن. میگه آقا دقیقاً دولت همین چی؟ پس با اونها بس وقتی اینا رو مشخص کنیم بعد بریم سر اون داستانه به حساب توضیحاتی که دوستان میفرمان. امیدوارم که 3 دقیقه نشده باشه. خیلی عالی بود. خیلی. مرسی. از همه دوستان سپاسگزارم. واقعا سپاسگزارم. و داریم یواشاش به یه جایی میرسیم. مطمئن هستم. بالاخره خواهیم رسید. پس بنابراین هفته آینده جمعه آینده میریم به اصطلاح بسته‌بندی اون چیزی که شروعش آقای افتخاری مرتب خواستار بودن و الان همه دوستان موافق هستن، اینکه بریم جز جز برنامه ها رو تعقیب بکنیم کجاها با هم دیگه موافقید. حالا بالاخره بازار آزاد و دنیای سوسیالیسم یه جاهایی یا جمهوری نمیدونم آزاد یه جاهایی بالاخره باز یه تشابهاتی، یک نمیدونم یک مشابهاتی با هم داشته باشن. بریم اون مشابهات رو پیدا کنیم، اون علاقه مشترک رو پیدا کنیم. هفته این آینده حتما این کار خواهی کرد. سپاسگزار افتخاری، سپاسگزار آقای مقدم، سپاسگزار آقای پاشایی، ممنون. خیلی خوب، دوشنبه آینده من برای اولین بار با دختری صحبت میکنم که در ایران به صورتش اسید پاشیدن.
این یک گفتگوی تازه است که من تدارک دیدم دوشنبه. دختری است که از ایران اومده و شرح میده چجوری تو ایران به چه سادگی و به چه شکلی زندگی دخترهای جوان و اکثرا زیبا رو نابود میکنند. آدم های متعصب، آدم های مغشوش شده. و اگر بتونه، فکر میکنم که برش مشکل آقای امیر شرعتی چون برای ورش هم زنده هست، اگر بتونه عکس این دختر رو نشون بده، جالبه که ببینید که این دختر زیبا چه بوده و بعد از این اسید پاشی وحشیانه و متعصبانه به چه صورتی در اومده. از شما دعوت میکنم به این گفتگوی من دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا و 9 شب باز به وقت کالیفرنیا حتما توجه کنید. بعد این عکسش، این عکس این دختر خانمی است که ببینید از چه قیافه به چه قیافه درش آوردند و زندگی یک دختر رو، دختر جوان و زیبا رو اینجوری تعصب نابود میکنه. دختر واقعا خانم مظاهری، اسم کوچیکشون اعظم مظاهری، باور بکنید یک نیروی عجیب این دختر داره، یک قدرت عجیب در مورد این اتفاقی براش افتاده نشون میده که اصلا هیچ انسانی نمیتونه باور بکنه. شیرین صحبت میکنه، محکم صحبت میکنه. دوشنبه یادتون نره، 2 بعد از ظهر و 9 شب به وقت کالیفرنیا. سپاسگزارم از شرکت کنندگان در برنامه، سپاسگزارم از شما تماشاگران عزیز که با ما بودید، سپاسگزارم مهندس امین شهرتی کارگردان بسیار بسیار خوب برنامه گپ خودمانی که امروز برنامه رو به خوبی به پایان رسوند. یه سپاس دارم، سپاس ویژه دارم و درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدای ایران تو شب رسوند.